آیا همه ما انسان ها به هم وصل هستیم؟ آیا شما در مورد میدان مورفیک چیزی شنیده اید؟ محققان بر این باورند که همه انسان ها و حتی حیوانات توانایی های فراحسی دارند و همه موجودات زنده توسط میدان مورفیک در سراسر جهان به هم وصل هستند. دکتر شلدرک که نویسنده و زیست شناس انگلیسی است، بر اساس تحقیقات و آزمایشات خود به این نتیجه رسیده است که هنگامی که رفتاری به اندازه کافی تکرار شود، میدان مورفوژنیک به وجود می آید. این میدان دارای حافظه است که به تجربیات نسل‌های پیشین مربوط می شود. تمامی اعضای این نسل نه تنها ارگانیسم‌های زنده، بلکه مولکول‌های پروتئین و حتی اتم‌ها از این میدان مورفیک اطلاعات می گیرند و این رفتار جدید در فضا و زمان به شکل فرایند ارتعاش مورفیک پخش می شود. این دکتر می گوید در دنیای اتم‌ها شکل و ساختار اتم به ویژگی‌های میدان مورفیک بستگی دارد. شلدرک اضافه می‌کند این نکته در میان شیمیدان‌ها به خوبی شناخته شده است. او درباره انسان توضیح می‌دهد که چگونه تغییرات پایه‌ای با تغییرات مربوط به کهن الگوها در میان انسان‌ها رخ می‌دهد. او می‌گوید در جهان اولین تغییر در عقیده یا رفتار انسان ممکن است سخت باشد، اما با تغییر تعداد بیشتری از انسان‌ها این مسئله برای دیگران از طریق میدان مورفیک ساده خواهد شد. بر اساس نظریه شلدرک، انسان‌ها خود را از طریق میدان مورفیک با الگوی جدید سازگار می‌کنند و ارتعاش مورفیک ناخواسته روی آنها اثر می‌گذارد. به همین دلیل است که تغییر لحظه به لحظه در جهان ساده‌تر می‌شود و سرانجام زمانی فرا می‌رسد که تعدادی کافی از انسان‌ها تغییر کرده‌اند تا بتوانند الگوی ناخودآگاه جمعی را عوض کنند. این به این معنی است که اگر شخصی از لحاظ فکری و حسی تغییر کند، تغییرات او در میدان مورفیک ذخیره می شود و به دیگران انتقال داده می شود. این به معنی ایجاد تغییرات به صورت ناخودآگاه در جهان. شاید در مورد ناخودآگاه جمعی چیزی شنیده باشید. ناخودآگاه جمعی میدان مورفوژنیکی مربوط به همه انسان‌ها در جهان است، ولی دکتر شلدرک می‌گوید این میدان فقط مختص انسان‌ها نیست، بلکه این اصل در تمامی هستی جاری است و برای همه موجودات زنده صدق می‌کند. در کشور ژاپن یک سری دانشمند به مدت 30 سال روی میمون‌های مهاجر در جزایر مختلف تحقیق کردند. برای دنبال کردن رد میمون‌ها در سواحل جزیره، سیب‌زمینی‌هایی را روی زمین می‌ریختند تا میمون‌ها بتوانند این سیب‌زمینی‌ها را پیدا کنند و بخورند. میمون‌ها برای خوردن سیب‌زمینی از درختان پایین می‌آمدند و به ساحل نزدیک می‌شدند و به این شکل قابل دیدن بودند. یک روز میمون ماده‌ای شروع به شستن سیب‌زمینی‌اش در آب دریا کرد و بعد از این کار آن را خورد. روشن است که با شستن سیب زمینی شنهای ساحل که به آن چسبیده بودند پاک می شدند و مزه سیب زمینی با ادغام با آب دریا بهتر می شد. شاید حتی سیب زمینی کمی هم شور می شد و این نکته به خوشمزگی بیشتر آن کمک می کرد. نام این میمون ایمو بود. ایمو به مادر و دیگر دوستان و همبازی هایش نشان داد که چگونه این کار را انجام دهند. دوستان او هم به خانواده هایشان نشان دادند که چگونه این کار را انجام دهند و به تدریج میمون های بیشتری پیش از خوردن سیب زمینی ها آنها را در آب دریا می شستند. پس از مدتی دانشمندان متوجه شدند که تمامی میمون هایی که در آن جزیره زندگی می کردند سیب زمینی های خود را قبل از خوردن با آب دریا می شورند. این اتفاق بر اساس دیدن و تقلید کردن به وجود آمده بود، چیزی که کاملا عادی بود، ولی در اوج ناباوری در همان زمان هم رفتار میمون‌ها در جزایر دیگر تغییر کرده بود. اکنون آنها هم سیب زمینی‌های خود را قبل از خوردن می‌شستند.
بر اساس گفته‌های دکتر شلدرک، رفتار میمون اول و ایجاد تغییر در رفتار میمون‌های آن جزیره باعث به وجود آمدن اطلاعات جدیدی در میدان مورفیک شده بود و این اطلاعات از طریق میدان مورفیک به جزایر دیگر هم مخابره شده بود و میمون‌های جزایر دیگر هم بدون اینکه آن رفتار دیده باشند آن اطلاعات را دریافت کردند و دقیقاً همان کار را انجام دادند. این آزمایش بارها و بارها در زمینه‌های مختلف انجام شد. به عنوان مثال بر روی موش‌ها هم انجام شد و نتیجه غیر قابل باور بود. محققان دو دسته موش که با هم زندگی می‌کردند را انتخاب کردند. یک دسته را به لندن و دسته دیگر را به نیویورک منتقل کردند. آنها یک سری عادات خاصی را به دسته اول که در لندن بودند آموزش دادند و بعد از گذشت مدت کوتاهی متوجه شدند که ابتدا یکی از موش‌هایی که در نیویورک بود و بعد رفته رفته همه موش‌های دسته دوم دقیقاً همان کار را بدون اینکه دیده باشند انجام می‌دهند، چیزی که بسیار عجیب بود و وصل بودن آنها را از طریق میدان مورفیک مشخص می‌کرد. این گونه آزمایشات و مبحث میدان مورفیک نشان می‌دهد که همه ما انسان‌ها به هم وصل هستیم. رفتار تک تک ما انسان‌ها در میدان مورفیک ضبط می‌شود و با تکرار و تکرار می‌تواند به دیگران انتقال داده شود. مبحث میدان مورفیک نماد عصر جدید است، نماد زمین جدید است، برای انگیزه دادن به کسانی است که در حال تغییر رفتار خود برای نجات زمین هستند تا بتوانند با رفتار خود روی دیگران تأثیر مثبت بگذارند. آنها می دانند که شاید تلاشهایشان برای مدت طولانی دیده نشود، ولی مطمئن هستند که با تغییر فردی می توانند تغییراتی را در میدان مورفیک ایجاد کنند و میدان مورفیک هم این اطلاعات را به دیگران منتقل خواهد کرد. تحقیقات دکتر شلدرک به ما می گوید چگونه تغییر در نسلها، چگونه تغییر در جهان با تغییرات فردی شروع می شود. پس برای تغییر جهان خیلی مهم است که ابتدا از خود شروع کنیم. با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان تا ویدیو بعد، بدرود.